اتفاق بسیار مهمی که افتاده بود آن بود که عرض شود که اولین بمب اتمی آزمایش شده بود و ترومن این برگ برنده رو در دست داشت و آمریکا مونوپولی سلاح اتمی جهان رو در اختیار داشت. در کنفرانس پوستام هست که آقای هری ترومن خیلی به آرامی به آقای استالین گفته است ما یک بمب مخرب با قدرت فوق‌العاده زیاد ساخته ایم. البته با مشاورت چرچیل این کار کرد، استالین ابدا به روی خود نیاورده و گفته است امیدوارم از اون علیه ژاپن بتوان استفاده کنید. مارشال ژوکوف بعد از قریب 20 سال در یادداشت‌های خود می‌نویسد نمازی که به هتل رسیدیم استالین زنگ زد و عرض می‌کنند اون دانشمند روسی که مسئول ساختن بمب اتمی بود گفت شما چه می‌کنید؟ آمریکایی‌ها گویا موفق شدند. مقصود این که روس‌ها هم دستن در کار بودند، اما مونوپولی اتمی در اختیار عرض می‌کنم که دولت آمریکا بود که از اون در ژاپن استفاده کرد و به شرحی که بعد خواهیم گفت در این سخن همین مونوپولی اتمی سبب شد که روس‌ها ایران رو تخریب کنند در مقابل التیماتومی که آقای ترومن داد. این التیماتوم داده شد بخشید آقای آقای مشیری عزیز. حالا برسیم به خود همین تاریخ، خود قبل از 21 آذر کی التیماتوم به استالین داده شد، کی نیروهای شوروی از ایران خارج شدند و اون وقت چگونه زمینه برای این 21 آذر فراهم شد؟ آره بله، در اینجا عرض می کنم که ما نمی توانیم در باب 21 آذر صحبت کنیم و از یک رجل سترگ نامبردار ایرانی یعنی احمد قوام سلطنه سخن نگوییم. دیپلماسی قوام سبب شد که روسا با حفظ آبرو از ایران بروند. یعنی ما روزگاری گمان می بردیم و مورخین هم گمان می بردن که این دیپلماسی ماهرانه قوام مسئول بیرون کردن روسا است و ما نمی دانستیم در پس پرده آمریکا چه نقش بزرگی بازی کرده. باری روس ها مدعی عرض می کنن منطقه نفوذ در شمال ایران بودند و جستجوگر یک قرارداد نفتی بودند. عرض می شود که آقای قوام آمده است و در دوره پایانی مجلس 14 هم وقتی که به نخست وزیر رسید هیئتی رو برداشته و به روسیه برده و در پایان ماه بهمن و 10-12 روز نخستین ماه اسفند عرض می کنم که در همون روزگار یک دیپلماسی پیچیده و ماهرانه احمد قوام سلطنه با شخص استالین انجام داده که البته بعض اوقات استالین روی خوشتشون میداد، بعض اوقات عرض کنم که با عناد سخن میگفت و در یکی از این جلسات هست که یک نامی با لحن بسیار تند آمده است که ایرانیان سوء نیت ما دارند، ایرانیان در ماجرای کنفرانس صلح پاریس آمدند و جستجوگر بازگردوندن اراضی از دست رفته در قرارداد ترکمانچای شدن و از این گونه سخنان و ما این نیروهای خود را از ایران بیرون نخواهیم کرد چون ایرانیان اعمال مشکوکی دارند و اشاره کردند باز به قرارداد 1921 که ما در اون قرارداد با شما مراتب مودت و دوستی به جای آوردیم و هم در اون قرارداد است که عرض میکنم که این خود یک مطلب مفصل دیگری است که اگر ایران رو کشوری ثالثی در حقیقت اشغال بکند و بخش‌های جنوبی روسیه رو به خطر بیندازد کشور شوروی این حق رو دارد که عرض می‌کنم که مداخله نظامی بکند. البته این قرارداد مربوط بود به یک نکته‌ای در قراردادهای پیشین در قرارداد ترکمانچای و بعد تکرار شده بود در قرارداد همون مودت 1921 و مربوط میشد به دریای خزر. بار اینها رو بهانه کرده بودن. احمد قوام سلطنه با مهارت به هر کدام از این سوالها جواب داد و عرض میکنم که در باب موضوع نفت اونها رو ارجاع داد به اصل 107 قانون اساسی که در اونجا آمده است که ورود و خروج و توقف نیروهای بیگانه بایستی با اجازه مجلس شورای ملی باشد و همچنین روزها رو ارجاع داد به قانونی که در مجلس 14 به تصویب رسیده بود و اون قانون منع انتخابات بود در صورت وجود نیروهای بیگانه و قوام عرض می‌کنم که روزها رو متقاعد کرد که ما این مقابله نامه نفتی رو به شما خواهیم داد در صورتی که شما کشور رو ترک بکنید. در واقع مورخین گفتن قوام سلطنه در سر روزها کلا گذاشت. البته ماجرا به این آسانی نبود. قوام عرض می‌کنم که برای اینکه چهره روسوفیل از خود نشان بدهد تعدادی از بزرگان توده‌ای رو هم وارد کابینه خود کرد
دکتر مرتضی عزیز اسکندری و عرض میکنند که و شخصیتی دیگر که نشان بدهد که آدمی دموکرات هست و در ضمن طرفدار روسا هم هست. یعنی این صحنه آرایی قوام سلطنه و البته عرض میکنم ما نمیدانستیم در پشت صحنه چه میگذرد، اما در پس صحنه ماجراهای دیگری میرفت. بعد از جنگ دوم رفته رفته داشت جهان دو قطبی میشد و ایالات متحده آمریکا در مقابل کمونیسم قرار بود بایستد. این هست که ترومن در یکی از یادداشت‌های خود نوشته است: من از بس با این روس‌ها ملایمت کردم خسته شدم، از این پس من با مشت آهنین با روس‌ها روبرو خواهم شد. و عرض شد که ماجرای ایران رو به سازمان ملل متحد بردن. مرحوم تقی‌زاده دو بار در این امر اقدام کرد، یکی به مجمع عمومی، یکی به شورای امنیت قضایا رو برد. و در یکی از همین جلسات هست که آقای اندروگرومیکو عرض میکنم به اعتراض ترک کرده جلسه رو، و همه شواهد نشون میداد که استالین قصد خروج از ایران رو نداشت. و ترومن میگوید که با مشت آهنی با اینها روبرو خواهم شد، و بنابر گزارش هایی که هست آقای ترومن تهدید کرده و اولتیماتوم داده است به روسا که اگر نروید ما با شما همون معاملهی رو خواهیم کرد که با عرض شود که با ژاپن. این هست که این دیپلماسی ماهرانه قوام در ظاهر قضیه بود، و روسا با یک حفظ آبرو، با یک حالت عرض میکنن مفتزهانه نرفتن، در واقع گفتن ما داریم خارج میشنیم بنابر قراردادی که ما به دولت ایران برابر صحبت هایی که ما کردیم. البته قوام در بازگشت باز سیاست های ماهرانه دیگری رو به کار برد. عرض میکنم عشایر جنوب رو، بختیاری ها و قشقایی ها رو شوران که چرا در دولت شخصیت های توده‌ای هستن و این بهانه اونها رو بیرون کرد. داستانش خیلی مفصل هست، اما وقتی ما به تصویر کلی نگاه میکنیم، به تصویر عمومی قضیه مربوط به 21 آذر، البته فراموش نکنیم که در اونجا به قول ادبیات سیاسی قدیم متجاوزترین بودن و فرقه دموکرات آذربایجان که میتونیم در باب اینها صحبت بکنیم، و روسا خیلی به سرعت، یعنی اون ضرب العجلی که آقای ترومن تعیین کرد از اون هم زودتر، خیلی سریع کشور رو ترک کردن. بنابراین اگر ما بخوایم منصفانه قضاوت کنیم، باید بگوییم اگر نیروی آمریکا نمی بود و اگر مونوپولی اتمی در دست آمریکا نمی بود، روسا یک اینچ خاک ایران رو به دست ایرانیان نمی دادن. سهل است که طرح گرفتن بقیه اراضی ایران و کشورهای عربی رو هم داشتن. حالا آقای مشیری عزیز، در تایید اونچه که فرمودید، خب یک بار ارتش مرکزی ایران در شهریور ماه 1325 عازم آذربایجان میشه، اما همین ارتش سرخ شوروی مانع عبور نیروهای دولتی ایران از قزوین میشه و نیروهای ارتش ایران به تهران عقب نشینی کردن. اما در 21 آذر وقتی که این راه باز شده بود، خب زمینه برای پیروزی ارتش مرکزی فراهم شد. اما حالا میرسیم به همین قضیه ای که ما وقتی که تاریخ میبینیم که گاهی به همه جزئیاتش نگاه کرده نمیشه، همونطور که عرض کردم در دوره پیش به قسمت‌های بعدی، یعنی در روز همه چیز متجلی شده بود در خود روز 21 آذر، در دوران کنونی به کلی انکار میشه ما قبل اون به هر حال، برای اینکه آمریکا نقش مثبتی کرده. حالا توصیه چگونه باید جوان امروزی تاریخ رو از زوایای مختلف پیدا کنه آقای مشیری و بتونه واقعا ببینه چه گذشته؟ بله عرض کنم خدمتتون که این مطلبی که اشاره فرمودین، این متجاوزترین یا این فرقه دموکرات همین آذربایجان فرمودید، پیشوری و دیگران، اینها گروهی آورده بودن به نام فدایلر، یعنی فدایان، و اینها مسلح بودن و پادگان‌های ارتش ایران رو تسخیر کرده بودند در مراغه در تبریز. اینها به صورت یک نیروی واقعا یاغی و جدایی طلب زیر سایه توپخانه روس‌ها و تانک‌های روس‌ها این کار رو می‌کردن. وقتی ارتش ایران خواست بود اونجا برود، روس‌ها ممانعت کردند. یعنی شما می‌بینید که قضایا به کجا رسیده بود. در باب تاریخ اشاره فرمودین، هر دولتی که بر سر کار می‌آید، که بهتر است بگوییم حکومت، چون ما هنوز نتوانستیم در کشور مقدس ایران زمین دولت تشکیل بدهیم، چون دولت داره معنی، اینها حکومت ها هستند که با زور و جبر میآیند و عرض میکنند که معمولا با شورش و انقلاب میروند. هر کدام از اینها میآیند سیاست خود رو دارند. در باب موضوع آذربایجان
عرض میکنم که در رژیم گذشته همه تبلیغات بر محور این بود که اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر، البته یه عکس ولشون میانداختن با یک عرض میکنم هیبت هیئت خلبانی، یک هواپیمای سسنایی هم اونجا بود که اعلی حضرت فرماندهی فرمودن و این آذربایجان رو عرض میکنم که نجات دادن از این صحبت ها. همه تبلیغات بر محور عرض میکنم عملیات دربار بود، در حالی که اون عکس هم به ثواب دید قوام سلطنه گویا درست شده بود، چون پادشاه ایران ناله می کرد بعض اوقات عرض میکنم غور می زد که این قوام ما رو بازی نمیگیره. قوام گفته است آقا یه عکسی به این وجه تهیه بکنید و نشون بدهید که این اعلی حضرت هم مشارکتی داشت، که البته شاه نقشی هم داشت، نه که نداشت، اما به اون وجه نبود. هیچ صحبتی از پوشش های قوام سلطنه نبود، هیچ صحبتی از نقش آمریکا نبود، فقط سخن از این بود که ارتش ظفرنمون ایران هر چوب که رفته است اونجا و متجاسلین رو سرکوب کرده. که وقتی که ارتش ایران به اونجا میرفت، قوام به بهانه این که اینها برای ناظر بودن بر امر انتخابات میان به اونجا حمله کرد. وقتی اونجا رسیدن یک روسی هم در اونجا نبود البته، و گرفتن قریب 2500 تن رو در دادگاه ها محاکمه کردن و اعدام کردن که ضرورتی نداشت. بیشتر از 8000 نفر رو زندان های طویل المدت دادن و تعداد بسیاری را هم تبعید کردن و اعمالی انجام دادن که واقعا نمیبایستی ارتش ایران در باب آذربایجان و مردم ایران در منطقه این کارهای خشن رو میکرد، اما کردن متاسفانه. اما تبلیغات بر این بود که دربار و ارتش همه کار را انجام داده. سخن از دیپلماسی قوام و نقش آمریکا و سایر عناصری که واقعا منجر شد به این کار بزرگ نمیشد. رژیم جمهوری اسلامی اساساً به این قضیه توجهی ندارد. سیاست رژیم ضد آمریکایی کردن و ضد اسرائیلی کردن سیاست خارجی ایران هست. این داستان مرگ بر آمریکا شده است، عرض میکنم، سیاست خارجی. جوان ایرانی، هموطنان گرامی، بایستی دقت بکنن و عرض میکنم این مطالب و مسائلی که در این رادیو تلویزیون های رژیم میگذرد، اینها تا اونجا که بنده دیدم یکسر جعل و تزویر و دروغ است. بایستی به کتاب های معتبر رجوع بکنن و بسیار بسیار مهم است آقای بارلو که جوان ایرانی این تاریخ حداقل 100 سال اخیر را به نیکی بشناسد و بداند. این هست که بایستی به مآخذ معتبر رجوع بکنن به جای گوش دادن به تبلیغات عرض میکنن که رنگامیز رژیم. شاید آقای مشیری عزیز برحال در این هم یک فرصت تاریخی است از میان همه منفی هایی که ایجاد شده برای بسیار این هجوم دست جمعی ایرانیان و رفتنشون به خارج از ایران، شاید یک نکات مثبتی مثل این هم این فرصت تاریخی پیدا شده باشه که اینک ایرانی هایی که در خارج از ایران هستند بدون فشار حکومت هایی که بهشون اشاره فرمودید بتونن تاریخ خودشون رو بازشناسی کنن و برای اونها که در داخل ایران هستن و برای اونها که در خارج از ایران هستن این رو واقعا بگذارن ببینن چه گذشته تا آینه باشه برایشون که آینده چه میتونه باشه. درود بر شما. عرض میکنم پیرو به مطلبی که فرمودی، بنده این سخن مسیح رو مجبورم اینجا تکرار کنم که فرمود اطلس تتروس شبست یو فری، یعنی سرانجام این حقیقت است که سبب نجاتت خواهد شد. من این حقیقت رو در گفتار مسیح به علم و تکنولوژی تعبیر میکنم، یعنی امروز این علم و تکنولوژی است که سرانجام ما نجات خواهد داد. روزگاری بوده است که عرض میکنم آزادی خواهان ایرانی به پای خواستند برای بیدار کردن بخش عمده جامعه که به خواب رفته بود، برای گسترش مفاهیم آزادی و دموکراسی و حقوق انسانی. اینا هیچ وسیله در اختیار نداشتند. گاهی روشنفکری میگریخ از ایران در ترکیه، در هندوستان، در مصر، روزنامه‌ای به چاپ میرسانید و یکی از نکاتی که بنده دوبار بون اشاره کردن در باب مقایسه با اون چه اونها داشتن و اون چه ما داریم، عرض میکنن که نویسنده کتاب تاریخ بیداری میگوید ما جلساتی داشتیم که گرد هم جمع میشدیم و نامه ها مینوشتیم به ولایات ایران میفرستادیم که برادران خود رو بیدار کنیم. یکی از این شبها برادری با شوق و ذوق آمد که یک شماره روزنامه حبل المتین رو در بار قماش از خارج آوردن و ما بسیار خوشحال شدیم و این رو رونویسی کردیم و فرستادیم به اطراف. شما ملاحظه فرمایید آزادی خواهان مشروطه چگونه عمل می‌کردن، چه امکاناتی داشتن و ما چه امکاناتی داریم.
همین امکانات عرض میکنن که عصر ما عصر کامیونیکیشن هست، همین کامیونیکیشن و ارتباطات و همین تکنولوژی سرانجام سبب گشایش خواهد بود. یعنی اونقدر این دستگاه نیرومند هست و اونقدر این اطلاعات به سرعت حرکت میکند که روزگار دروغ گفتن و جعل و تزویر به سر آمده و ما بایستی از این فرصت و موقعیت تاریخی حداکثر استفاده رو بکنیم برای گسترش مفاهیم آزادی و مقصود آزادی و دموکراسی و از پای ننشینیم. حالا آقای مشیری عزیز، شما که یک تاریخدان هستید، این باز آدم وسوسه در فکرش ایجاد میشه که آیا چنین اتفاقی، چیزی که ایرانی ها را آگاه نگاه داشت حتی بعد از حمله 1500 سال پیش اعراب به ایران، بله، کوچ تعدادی از ایرانی ها به خارج، اون موقع آمریکا نبود، هندوستان بود، فرض بفرمایید، آیا بله. همین ها در همون استیل و راهی که داشتند این حفظ کردن اون چیزی را که باید حفظ میکردن، گنجینه‌ای که باید حفظ میکردن و منتقلش کنن به نسل‌هایی که امروز هنوز وقتی میرسن به ایران، کسی ایران یک کشور ایرانی است، یعنی کشور بله. ببینید آقای والی، مطلبی که میفرمایید البته از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است، چون ما اگر تاریخ مهاجرت ها رو نگاه کنیم، البته مهاجرت ایرانیان به هندوستان خیلی محدود بوده، یعنی به حدود سال 50 هجری به بعد تعدادی از اجداد بهدین ما که تحمل عرض میکنن که استبداد عرب رو نداشتن، اینها آمدن به جنوب ایران رفتن و از اونجا به گجرات رفتن و داستان دیگری است. اما بر روی هم تا اونجایی که به حرکت روشنفکران مربوط است و بریز اونها از ایران، ما میتوانیم بگوییم سه دوره است، یکی در روزگار مغول بوده است، یکی در روزگار صفویان بوده است، به واسطه تسلط تعصب و تقلبی که عرض میکنم این آخوندهای رافضی آورده بودن، یکی هم در همین دوره انقلاب هست. حالا ما اگه بخوایم کارنامه این سه دوره رو بررسی بکنیم، ببینیم به لحاظ روشنفکری کدام یک پربار در بوده، این هم یک بحث جداگانه است. اما اون چه بایستی در اینجا به اون تکیه کرد این است که ما به لحاظ حرکات سیاسی و تشکل و اندیشه سیاسی بسیار ضعیف بوده ایم متاسفانه. ضمن اون که عرض میکنم که خب هستن بسیار هموطنانی که در راه آزادی کار میکنن، اینها نمیخوایم اونها رو بی‌اعتبار بکنیم، اما چون حرکت سیاسی در ایران متوقف شد، اندیشه سیاسی در ایران ممنوع شد به وسیله دو استبداد گذشته، ما امروز میگوییم مثلا احمد قوام سلطنه، محمد مصدق، و میتوانیم صد رجل سیاسی رو در همون روزگار نام ببریم که در کالیبر بین الملل هستن. امروز چرا ما نداریم رجال سیاسی؟ به واسطه این هست که این اندیشه سیاسی منقطع شد در ایران. بزرگترین صدمه‌ای که استبدادهای گذشته وارد کردن به جامعه ایرانی این همین قطع تفکر سیاسی و قطع روشنفکری به معنی واقعی آن است. این است که ما به لحاظ کارنامه سیاسی و تولید اندیشه سیاسی البته قوی نبوده ایم، اما ناامید هم نیستیم، امیدواریم در آینده بهتر و بهتر بشود. و عرض میکنم با وجود این که ما در کشورهای دموکراتیک زندگی میکنیم، بیاموزیم دموکراسی رو و بتوانیم هموطنان خود را هم با این امور آشنا بکنیم، چون راهی جز آزادی و دموکراسی باقی نمونده است. آقای بهار، حالا وقتی میرسیم باز رسیدیم به قضیه ایران و آمریکا، چون بله واقعا من میگم آخه این 28 مرداد را میگذاریم، 21 آذار هم بگذارین، عصر 4 هم بگذارین، یعنی باید در کلیت نگاه کرد، همه چیز فقط در یک نقطه سیاه و یک نقطه سفید خلاصه نمیشه. آیا به این مرحله رسیدیم که لااقل بتونیم لااقل رابطه و موضع دو کشور را از یک دیدی بالاتر نگاه کنیم، از همه جوانب نگاه کنیم؟ عرض میکنم مطلبی که اشاره فرمودید خیلی مطلب جالبی است آقای والو. بعض چگونه عرض کنم فعالان سیاسی دشمنان سوگند خورده آمریکا هستند، یعنی فرض فرمایید اگر طالبانی در افغانستان هست اون همه جنایت میکند، به محض اینکه آمریکا پادرمیانی بکند، حالا با هر طریقی، و طالبان رو بر کنار بکند چنان که کرد، آمریکا می شود جنایتکار، طالبان می شود عرض می کنم فرشتگان. به این وجه نیست، باید که ما منصف باشیم و قضایا رو در ترازوی انصاف بگذاریم و قضاوت کنیم. کشور آمریکا به لحاظ تاریخی کشور ضد استعماری بوده و کشور آزادی خواهی بوده است، و این امر در عرض می کنم تئوری وودرو ویلسون
و دکترین ویلسون به اوج خود رسید که همه از اون مطلع هستن فکر میکنم، و با این تئوری و با این تز آمد البته به کنفرانس صلح پاریس. و بعد از جنگ جهانی دوم البته به جهت اینکه دنیا پولاریزه شد، این است که آمریکای کارهایی کرد که در عرض میکنم شخصیت تاریخیش نبود، مثل مداخلاتی که در امور کشورهای دیگر کرده. اما آمریکا به عنوان یک نیروی مثبت هم مطرح است در تاریخ، یعنی اگر جوانان آمریکا کشته نمی‌شدند در جنگ‌های بین‌الملل اول در اروپا، اگر آمریکایی نمی‌بود در جنگ بین‌الملل دوم، معلوم نبود سرنوشت گیتی چه می‌شد. بنابراین آمریکا به عنوان یک نیروی مثبت هم در جهان بوده است. در باب کشور خود ما همین داستانی که اولا که دولت آمریکا مخالفت داشت با قضیه 28 مرداد، آقای هری ترومن مخالفت داشت با فروپاشی حکومت مرحوم دکتر مصدق و بهشون بسیار احترام داشت، و بعد از عرض میکنم این جنگ دوم هست و موضوع کمونیسم هست که شما میدانید محور اصلی سیاست خارجی آمریکا این مبارزه با کمونیسم بود، و باز هم دولت آمریکا تعلل میکرد تا اینکه انگلیس ها آمدن با هزار ترفند این جنرالی که از جبهه‌های جنگ آمده بود یعنی دوایت آیزنهاور رو راضی کردن به مداخله و اون کودتای منحوس. این هست که البته کودتای بسیار بسیار بدی بوده و نتایج بسیار زشتی داشته است. حالا ما وارد قضیه نمی‌شویم که اگر این دموکراسی ایران ادامه می‌یافت جهان امروز درگیر ترور شاید نمی‌بود، چون تاریخ با اگر و مگر نمی‌نویسند، اما بسیار واقعی بدی بوده و پیامدهای بسیار بدی داشته است. اما عرض کنم که این رو هم باز بگوییم که در ماجرای آذربایجان و در ماجرای عرض میکنم بیرون کردن روسها، آمریکا نقش شاید مهمتری داشت تا در ماجرای کودتای عرض میکنم 28 مرداد. و اگر ما بخواییم وارد جزئیاتش بشویم، میبینیم که وقتی نیروهای آمریکایی اومدن در ایران به واسطه این که پیش از اون در دوره حکومت رضا شاه غلات در انحصار دولت بود و بعد از عرض میکنم سقوط رضا شاه و اینها، یک گرسنگی وحشتناکی سرتاسر ایران گرفته بود که این با کمک آمریکایی مشکل حل شد. این است که ما در قضاوت‌های تاریخی ایدئولوژی رو نباید معیار قرار بدهیم، و اگر بنده فرض فرمایید مارکسیست هستم، با یک عرض میکنم که دید کور به جهان نگاه کنم و یک سره رد بکنم و نفی بکنم، این کاری که بعضی دوستان میکنن. این قضاوت تاریخی رو باید منصفانه نگاه کرد و در ترازوی عدالت گذاشت. آقای بهار، و این حالت انفعالی رو من در آقای تد کاپل هم دیدم که ایشون حتی خودش آگاه نبود که خود این مملکت آمریکا یعنی قبول کرده بود که هر کاری کردن اشتباه بوده. من فکر میکنم که جورنالیست های آمریکایی هم باید یک مقداری هومورکشون رو با قول معروف انجام داده باشن، مثل آقای مایک بالاس گرفت مصاحبه کرد و مثل آقای تد کاپل. با همه احترامی که برای این دو نفر قائل هستم، فکر میکنم آقای مشیری در زمینه این که مجهز به دانشی باشن، حداقل بدونن که در این سرزمین خودشون چه گذشته، اون به اون بنزه کافی مجهز نبودن به این دانش به گمان من. بله بله. یه مطلب عمده که اینجا خیلی مهم هست که من رو عرض کنم این هست که خبرنگاران آمریکا از محیط دموکراتیک آمریکا میرن ایران، مثل آقای تد کاپل، مثل اون دو خانومی که رفتن، اینها باید یک مطالعی در روانشناسی ما ابتدا بکنن و بعد تشریف ببرن. اینها ما رو نمیشناسن، اینها نمیدانن که زیر سایه دیکتاتوری ایرانی همواره با نوعی مماشات برخورد کرده، یعنی که خیلی کم اتفاق میفتد که شما در ایران بچرخید در مقابل جمهوری اسلامی که داره نگاه میکنه آقای تد کاپل یا کسی دیگر، بگه آقا نظر شما راجع به آمریکا چیست، نظر شما راجع به این دولت چیست. این حقایق رو ایرانیان معمولا با نبودن دوربین و در پشت صحنه ممکن است بهتر حقایق را بگویند، ما خود رو میشناسیم تا جلوی دوربین. کاری که آقای تد کاپل کرد واقعا بنده انتظار بیشتری ازشون داشتم، چون تد کاپل یک شخصیت بسیار هوشمندی است و خبرنگار مجربی است، اما کاری که کرده بود یک کار خیلی معمولی بود آقای بهارلو، هم کار شگفت انگیزی نبود. انتظار بیشتر بود که بیشتر کند و کاو بکنه ایشون در مسائل ایران، بیشتر کند و کاو بکنه در روانشناسی ایران و اونچه در ایران می‌گذره، آمارهای بهتری رو به دست بیاره این مرد. اما ایشون مسافرت کرده، درست همون گونه که به آلمان میره و یا به ژاپن و رپورت تهیه می‌کنه، همون جور هم رفته به ایران و عرض می‌کنه نهایتاً یکی دو هموطن اهل ده رو آورده است اونجا و اینها. بنابراین کارش کار عمیقی گمان من نبود آقای بالا. صحیح.
منم در این مورد با شما اتفاق نظر دارم آقای مشیری عزیز. حالا اجازه بدید از بینندگان و شنوندگان گرامی هم دعوت بکنیم که در این صحبت با ما همراهی کنند. اجازه بدید شماره تلفن ها رو با آقایتون برسونیم و بعد بپردازیم به ادامه برنامه با آقای بهرام مشیری که از لس آنجلس با ما هستند. بفرمایید. با برنامه میزگردی با شما تماس بگیرید و در بحث ما شرکت نمایید. تلفن تماس با ما 202-619-3062، ایمیل ما roundtable@voanews.com و پارنما www.voanews.com یا خط مورب پرژن. اجازه بدید تلفن اول ما از ایران هست. سلام ایران، بفرمایید. الو جانم، بفرمایید. الو بفرمایید. درود بر شما. خواهش میکنم. پاینده ایران، جناب بهارلو و جناب فریدون مشیری، با درود به همه شما، من خواستم نکته‌ای بگم. اساس جهان بردویی است و هر چیزی با ضد خودش زنده است. هر چقدر رژیم ما داره در طبل مخالفت با آمریکا و اسرائیل میدمه، برعکس ملت ما هم بی‌تفاوت‌تر میشن به این دوتا مسئله و بهتر به حقیقت پی میبرن. من خودم در شهری که زندگی میکنم با بیش از 1000 نفر از ایرانی ها صحبت کردم. من خودم در زمان کودتای 28 مرداد نبودم، ولی تمام پیرمردا میگن از روزی که کودتای 28 مرداد شد ما فهمیدیم زندگی یعنی چی و فهمیدیم رفاه یعنی چی. حتی پیرمردایی هستن به من گفتن بعد از کودتای 28 مرداد ماشین‌های آمریکایی پر از مواد غذایی، برنج، میگفتن اصل ترومن. من تا حالا این رو نشنیده بودم. میگن اصل 4 ترومن میوردن، حتی تو روستاها مجانی میدادن به مردم. ملت ایران هرچی که زمان بیشتر میذاره میفهمن دوست دشمن خودشون رو بهتر میشناسن و اینها ما رو به بدراهی بردن. این رو بهتون بگم، مردم ایران طرفدار آمریکا هستن. این یه مطلب. اگه اجازه به من بدید، چون انتخابات هم نزدیکه، من یک کمی درباره انتخابات سخنی بگم. فقط خواهش میکنم سریع بفرمایید. جنابان، در 27 آبان ما صدا رادیوی جمهوری اسلامی خبری پخش کرد که درصدی از مجرمینی که جدیداً تو خیابونهای ایران، حالا تهران، جاهای دیگه دستگیر میکنن بدون هیچ گونه سابقه قبلی، یعنی تازه به خانواده جنایتکارا اضافه میشن. خواستم چشم روشنی گفته باشم به علمایی که هی میگن وظیفه شرعیتونه برید رای بدید. همینو میخواستن جناب احمدی نژاد، همینو میخواست. اینقدر ظرف 6 ماه احمدی نژاد اقتصاد ایران رو پوسوده بود که هیچ چیزی مانند سابق نمونده. حبوبات شده 2 برابر، تخم مرغ ظرف 2 ماه شده 90 تومن از 50 تومن، نرخ مسکن که سر به فلک کشیده. این علمایی که میگن وظیفه شرعیتونه باید برید به آدم خوبی هم رأی بدید که مصوبه خوب تصویب بکنه، الان کجان؟ همینو میخواستن. جناب بهارلو، بیاین در بنگاه‌های معاملاتی این زنا، این مردا، این شوهرها، خانواده‌ها دنبال خونه اجاره می‌گردن، سر به فلک کشیده. رهن خونه ظرف چند ماه که احمدی نژاد اومده شده 3 برابر. خونه‌ای که تو اسفند ماه پارسال 30 میلیون فروخته شده الان 70 میلیونه. جواب خدا رو این علما چه می‌خوان بدن؟ آقای نوری همدانی کجا هستی؟ تو به ما گفتی وظیفه شرعیتونه برید رای بدید. لابد او دنیا هم من یه لاقبا باید جواب بدم. علما که دامن پر عباشون با هیچ آبی تر نمیشه. والله من اگر فردای روز قیامت از من پرسیدن به اجازه کی رفتی رای دادی، میگم نوری همدانی گفت. میگم آقای فاضل لنکرانی به من گفت برید جواب خدا رو بدید. خیلی ممنون، خدا نگهدار شما. مرسی قربان از تلفن شما. آقای مشیری عزیز، صحبتی دارید راجع به صحبت های دوست گرامیمون؟ ببینید، این مطلبی که فرمودن بسیار سنجیده و خوب بود، درد دلی بود از یک هموطن دردمند. اما مطلبی که اشاره کردن که حالا بعد از 28 مرداد نمیدونم قضا میدادن و اینها، این یک ذره ذهن بنده رو زد. نه ببینید، یک مطلبی که ما باید که در من فکر میکنم قبل منظورشون 21 آذر بود آیه مشیری، بلکه راجع به اصل 4 ترومن صحبت میکنن همزمان بوده.
خواستم این رو عرض کنم که به طور کلی ما بایستی اگر رهایی میخواهیم و چاره هم ما نداریم جز آزادی در نهایت، این قضیه رو به عنوان یک اصل قبول بکنیم که یک دموکراسی فقیر و یک دموکراسی چون عرض کنم بیچاره و درمانده بسیار بسیار شکوهمندتر و بالاتر و عرض میکنم بهتر است از یک دیکتاتوری پیشرو که به لحاظ اقتصادی هم بسیار خوب عمل بکند، چون نهایتاً کار دیکتاتوری به جایی نمیرسد، اما اون همون دموکراسی فقیر رفته رفته با گامهای آهسته به منزل میرسد. خواستم این مطلب رو اشاره کنم، این قضای اقتصادی و عرض میکنم که بوده است و اینها ما رو گمراه نکند، ذهن ما رو بفرمایید. البته آقای مشیری همونطور که عرض کردم خدمتتون، من فکر میکنم که اشاره ایشون به همون مسئله بود که خود جناب عالی فرمودید که در اون موقع مشکل غلات وجود داشت با آمریکایی‌ها پخش کردن. فکر کنم ایشون منظور شما تا گفتن 28 مرداد در واقع 21 آذر رو میگفتن. حالا و حضور آمریکایی‌ها رو میگفتن به هر حال. به هر حال اجازه بدید تلفن داریم از تهران. سلام تهران، بفرمایید. تهران لطفا بفرمایید. چون صدایی از تهران نمیشنوم لطفا به هلند بریم. هلند بفرمایید. هلند لطفا بفرمایید. الو آقای بهارلو. بفرمایید عزیزم. سلام خدمت جناب علی و آقای مشیری، سلام عرض ادب دارم. بنده از هلند تماس میگیرم، مزاحمتون میشم. میخواستم حدود یک دقیقه وقتتون رو بگیرم. بنده تبریزی هستم. حدود چند سالی که از ایران فرار کردم. بنده فقط میخواستم چند مطلب و خدمت جناب عالی عرض کنم. در طول تاریخ ایران و در طول تاریخ آذربایجان، مردم آذربایجان فقط اینو میخواستن و هنوزم میخواهند که با زبان مادری خود بتونند بنویسند و زندگی کنند و در مدارس به تحصیل بپردازند. حزب دموکرات آذربایجان حالا چه خوب بود چه بد بود، اونو باید تاریخ نویسان در این مورد قضاوت کنند. ولی در کتابهایی که من خوندم و یا عکسایی که دیدم، اون در عرض یک سال یا یک سال و نیمی که آقای حزب دموکرات آذربایجان به وجود اومد در 21 آذر ماه، در مدارس دانش آموزان میتونستن با زبان خودشون به تحصیل بپردازن. پولی چاپ شد که ارزش چجوری بگم، مهمترین چیزی که آذری ها میخوان احترامه. شما اگر به تهران برین شاید 70% مردم آذری هستن، ولی احترامی که از طرف فارس زبان ها به آذری زبان هاست به اون حد نیست. من نمیدونم چه جوری صحبت کنم. اصل 15 قانون اساسی است که هر مللی که در ایران زندگی میکنن میتونن با زبان مادری خودشون بنویسن بخونن و زندگی کنن. ماده 19 هم همینطور خیلی اساس در قانون اساسی داره. من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. فقط مهمترین چیز اینه که ما ایران چاره‌ای که در ایران هست فقط فدرالیسم هست، که یه سیستم فدرالی در ایران به وجود بیاد زیر قدرت مرکزی و با یک زبان و در هر منطقه مردم با زبان مادری خودشون بتونن بنویسن و بخونن. روزتون از تلفنتون از هلند. فقط آقای مشیری عزیز، حتی در کشورهای فدرال هم دیگه اسکناس رو چاپ نمی کنن خودشون بگفتن. باید حدود و حد هر نوع نظام و حکومتی و باز هم تشریح بشه برای همه ما. ببین اون مطلب دیگری بوده. بله ببینید، این مطالبی که هموطن محترم فرمودن بخشش درسته، اما اون چه در آذربایجان میگذشت زیر سیطره غلام یحیی پیشه‌وری و عرض میکنم غلام یحیی و پیشه‌وری و دیگران که اینا کمونیست های قدیمی تحصیل کرده در باکو بودن، اینها داشتن اوامر روس‌ها رو انجام میدادن. این مطلب رو باید جدا بکنیم از قضیه این که زبان‌ها محترم هستن و اقوام ایرانی محترم هستن. البته محترم هستن، هیچ شکی در این نیست. و عرض شود که این در باب موضوع زبان سختگیری بیهوده میشد به گمان بنده. شما نگاه کنید به هندوستان، میگویند نزدیک 2000 نوع زبان مختلف، دیالکت‌های مختلف هست و هندوستان یک کشوری دموکراتیک، بزرگترین دموکراسی روی زمین هست. هیچ کسی هیچ مشکلی با این قضیه نداره. 1500 نوع مذهب، 2000 نوع زبان، تا کم و بیش
اینا که مشکلی نیست. سختگیری‌ها بیهوده میشد در روزگار قدیم، متاسفانه نمیواسه میشد. البته وقتی سختگیری هست عکس العمل هم هست. مطلبی هم که اشاره کردم متاسفانه نزد بعض هموطنان ساکن متروپولیتن در تهران این تصور پیش آمده بود که شاید از دیگران بهتر هستند. و این قضایا متاسفانه میردمندم در برنامه خودم بهش اشاره کردم. نباید که نیوشی باشه، واقعا بسیار شرم‌آوره که فرض کنید یک تهرانی خود رو بهتر از یک آذربایجانی بداند. به همون میزان هم شرم‌آور است که یک آذربایجانی خود رو از یک کرد بهتر بداند یا یک کرد بهتر از یک بلوچ بداند. اینا یه قضایایی است که تئ نظری‌های قبیله‌ای رو واقعا نشون میده و اینا عرض می‌کنم شایسته ما نیست یک ملت کهنسال شریف متمدن. بله، در این زمینه آقای مشیری عزیز، خب در یک زمانی که در تهران درس می‌خوندیم در دانشگاه ملی، هر کس به زبان جاهلی تهرونی حرف نمی‌زد، فکر می‌کرد که چیزی کم داره. و الان خب انشاءالله دیگه این دوران گذشته باشه حداقل. خب حالا بذارید به تهران بریم. سلام تهران، بفرمایید. سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر، خسته نباشید. کیانتر هستم. خواهش می‌کنم، بفرمایید. من با آقای مشیری یک صحبتی دارم. آقای مشیری، شما محقق تاریخ هستید، منم روی تاریخ به حساب تحقیق میکنم. عرضم بزرگ شما که در ماجرای بیستی چیز آذربایجان شما گفتید که نقش اساسی رو آمریکا داشت، بعدش هم قوام السلطنه. البته حق با شماست، ولی که اینها همشون نقش داشتن. همونطور که میدونید شوروی در زمان جنگ دوم جهانی خیلی از این کشورهای بلوک شرق رو گرفته بود ولی هیچ کدوم رو پس نداد. اما جریان ایران به این شکل بود که نقش اساسی رو در تخلیه ایران به عقیده من اشرف پهلوی داشت. اشرف پهلوی مسافرت کرد، رفت پیش استالین، چند شب پیش ایشون موند و بعد استالین برگشت بهش گفت که به دوستاش گفت، استالین گفت آنا پراوین نا پاتریوت، یعنی اینه زن وطن پرست اینه. و بیشتر سهم رو در تخلیه آذربایجان که نیروهای شوروی به حساب تخلیه کردن به گردن همین اشرف پهلویه. اشرف پهلوی خب آدم درستی هم نبود ولی در اینجا نقش بسیار اساسی و واقعا خدمت کرد به مملکت. احمد قوام کارهای سیاسی و کارهای به حساب دیپلماتیک رو انجام داد ولی کار اساسی به دست اون بود. بعد آمریکا هم خب بالاخره نقش داشت ولی کم من در هیچ جای تاریخ نخوندم و ندیدم که آمریکا تهدید به حساب استفاده از بمب اتم بر علیه شوروی کرده باشه. اگر شما این رو جایی به حساب دارید لطف کنید بفرمایید که منم راهنمایی بشم. خیلی متشکرم از محبتتون، مزاحمتون شدم، باید ببخشید. خداحافظ. البته دوست عزیز، کسی نگفت که تهدید مستقیم آمریکا کرد. این یک تهدید ضمنی است که وقتی یک کشور بگه آقا بهتره بری و اونم می‌بینه که الان بمب اتمی رو در داره، خب معلومه که باید این طرف حساب کار خودشو بکنه. ولی که آقای مشیری هم نگفتن تهدید، گفتن برو بیرون و یعنی بمب اتمی میزنم، همچین صحبت نکن. اما در این مورد صحبت هایشون یک زاویه دیگری هم گفتن، از گفتن که وقتی که اشرف پهلوی، خانم شاهدخت اشرف پهلوی در روسیه رفتن. من در این مورد چی میگید آقای؟ نه، این یک واقعا یک شوخی بود. من فکر کردم ایشون دارن شوخی میکنن. از این در آخر داستان به این والا نمیدونم گفتن چه صحبتی که هموطن میکنن. من تعجب میکنم همچین موضوعی رو میگوین. عرض شود که در یکی از صحبت هایی که یکی از ABC سازمان ABC میکردن در اونجا آمده است که این در آرشیو ABC هست که ترومن میگوید من شب خوابم نبرد برای گرفتن اون تصمیم بزرگ. تصمیم بزرگ این بود که اولتیماتوم به روسا بدهد. میگویند ساعت 6:30 تا 7 صبح آقای گرومیکو رو احضار کرد به کاخ سفید و به اونها اولتیماتوم داد که ایران رو تخلیه بکنن وگرنه هر چه دیدن از چشم خود دیدن. این عرض میکنم که باعث شد که روسا خیلی سریعتر اونی که تصور میرفت ظرف 2-3 روز این همه تشکیلات از کشور ما بیرون بردن. این مسئله که ایشون گفتن فکر میکنم قصد شوخی داشتن آقای بهار. بنابراین من واقعا هیچ مطلبی ندارم. خب عرض کنم حضورتون، صابر میگه در ایمیل میگه در تمام تاریخ ایران هیچ کشوری به اندازه روسیه به ایران ظلم نکرده.
بخشی از بهترین سرزمین‌های ایران را تصرف کردند و چه جنایت‌های قزاقان روسی در جنگ جهانی دوم در ایران مرتکب شدند. حال با تمام این تاریخ گذشته، رژیم ایران همیشه دست به دامن روس‌ها بوده. هیچ کس در ایران پیدا نشد تا برای سرزمین‌هایی که به زور از ایران جدا شده صحبت کند، اما تمام آقایان برای فلسطین سینه چاک می‌کنند. صحبتی بود از صابر که با ایمیل رسیده بود. بله بله، عرض کنم که این آقایان محترم، اینها عرض شود که منشأ اندیشه های اینها، محل آمال اینها همون داستان هایی است که از اعراب گذشته در روزگار قدیم، و اینها هیچ توجهی به قضای دیگر ندارند، چون ما اینها رو میشناسیم. اینها آخوندهای به قول قدما میگفتن آخوندهای رافضی هستن، ذهنیت اینها رو ما میشناسیم، هیچ چیز برای اینها اهمیت نداره. در واقع مطلبی که هموطن اشاره کردن در باب موضوع خراب اقتصاد ایران، خدمت شما عرض میکنم، مهمل گفتن و تهدید کردن که کاری نداره، اما چه کسی پرداخت خواهد کرد بهای این مهملاتی که آقای احمدی‌نژاد میگوید یا سخنانی که خمینی میگفت؟ به محض اون که رهبر کشوری سخنی از این دست بگوید که مثلا فرض فرمایید ما اسرائیل رو از صفحه جهان پاک میکنیم یا هولوکاست وجود داشتن، اینها پیامدهای اقتصادی داره که ملت ایران پرداخت میکنه. این فضای جنگی که احمدی نژاد به وجود آورد، بنابر گزارش هایی که بنده از دوستان نزدیک هم دارن که در کار اقتصاد هستن، اینها سبب برون رفت سرمایه های کلان از ایران شد، که اینها به سه نقطه جهان رفتن، عرض میکنن به ترکیه و به دبی و هنگ کنگ و جاهای دیگر، و کشور فقیر شد. این هست که وقتی یک آدمی مثل خمینی مثلا میگوید بگیرید مثلا فرض فرمایید که این سفارت را پیامدهاش رو نمیتواند حساب بکند، نه اینکه اساسا نگاهش به جهان بدین گونه است، ملت بیچاره هستند که همواره این قیمتها رو پرداخت میکنند. در زندگی شاه عباس کبیر آمده است که میرفت در کلیسای ارامنه در روزهایی که اعیاد رسمی مسیحیان بود، در اونجا با اونها شراب میخورد، و وقتی پرسیدن گفت این پیامده نیک اقتصادی برای ایران داره و این سبب میشه که اینها تشویق بشن به کشور ما بیان و پول خود رو در کشور ما خرج بکنن. این است که اقتصاد در روزگار فرض فرمای شاه عباس کبیر اونقدر شکوفا بوده. این قضایایی است که سیاستمداران مسئول به اون میاندیشن، اما این آقایان هیچ مسئولیتی در مقابل ملت حس نمیکنن. خدمتتون عرض کنم قبل از اینکه تلفن ایران رو بگیرم، معین از کرمانشاه میگه جمهوری اسلامی تمام سایت هایی که اطلاعات درست تاریخی میدهند فیلتر کرده است. کتاب های معتبر تاریخی در ایران اجازه چاپ ندارند. کتاب های تاریخی که الان در مدارس جمهوری اسلامی تدریس میشود، داستان چگونگی تبدیل عصای موسی به اژدها و چگونگی ساخت کشتی نوح و چگونگی نصف شدن ماه به اشاره یک انگشت را بیان میکند. معین از کرمانشاه. ببینید به ایران بریم. سلام ایران، بفرمایید. با عرض سلام خدمت جناب آقای بهارلو و مهمان عزیزتون جناب مشیری گرامی، عرض کنم خدمت شما آقای مشیری که از خانواده های اصیل و بزرگ و اسم رسمدار ایران هستن و ما از ارادتمندان ایشون هم هستیم، خواستم ایشون عرض کنم که این جریان 21 آذر که عنایت فرمودن یادشون باشه، اینجای هم عنایت بفرمان که مصطفی ذوالفقاری، یاسر ذوالفقاری، محمود ذوالفقاری 537 نفر جوانه از ایلات عشایر خمسه، بوجه وکلو، تالش میکایید، شادلوهاره در این جریان شهید شدن، کشته شدن، آذربایجان فتح شد، غلام یحیای و پیشوری فرار کردن و اون سلشکرهای روسی که همراهشون بودن از اونجا فرار کردن. ای کاش شما که تاریخدان هستین و قابل احترام برای من، مخصوصا خانواده بزرگ مشیری ها که تو ایران اسمرست میدارن و مستلط هستن در ایران، نام بزرگشون و قابل احترام هستن، اسم ذوالفقاری ها رو میگفتین که چقدر جانفشانی کردن و چقدر جانفدایی کردن برای وطنشون ایران. حالا اگر اجازه بدین جناب بهارلو، دو کلمه برای خود خاص بگم. خیلی خواهش می‌کنم فقط مختصر بفرمایید، چون فرصتمون در حال تمام شدنه. بهارلی عزیز جانم، من در حسب تخصص خودم که در آلمان بودم، دو بار به اسرائیل رفتم و اونجا یک کارخونه بود در کرتکار که بایستی از طرف آلمان ها رو اندازی میکرد. اونجا با ایرانی هایی که اونجا بودن مهم بودن و بیشترشون هم بچه های
تهران بودن و حتی خراسان بودن و جای دیگه بودن آشنا شدن. در کودکستانهای اسرائیل سرود به اینها یاد میدن که سرزمین موعود از سوش دانیال پیغمبر احواز هست تا شط نیل، یعنی تمام عراق مال مایه، تمام سوریه، تمام لبنان، تمام فلسطین، تمام اردن و نصفی از مصر و محلهای اقتصادی ایران که چاهای نفت و گاز مال مایه. یک، در دوران دبستان بپرسین ازشون جز به تاریخشونه، در دبیرستان جز به تاریخشونه و در دانشگاه ها روی سرزمین موعود رساله می نویسن. می فرمایید که میگن ایران سرزمین موعود هست؟ منظور این بود که منابع ایران رو میگن، اسرائیل میگه منابع ایران رو برداریم که اون سرزمین موعود است، اینو فرمودین؟ نه، اجازه بدین جمله من درست بیان کنم. نه فقط خواستم از خودتون برای بود اینها از شط از شوش دانیال پیغمبر هست که شط کارونه، توجه کردین که میگن این پیغمبر ما هست تا نیل مصر، یعنی کانال سوئز هم مال اونایه، دهرای سینا هم مال اونایه، طور سینا هم مال اونایه، تمام فلسطین، تمام اردن، تمام لبنان، تمام سوریه، تمام عراق هم مال اونایه. این سرزمین موعود. خب البته ببینید کلمه فرصتون تموم شد، من ببخشید واقعا وقت نداریم، فقط یک تقونی فرصت داریم که آقای مشیری عزیز شما بفرمایید. اولا راجع به این که خب در هر جای افراطی‌ها هستن هر صحبت ممکنه بگن، شما اینو میخواین بگین چون کودکستان این سرود خوندن گفتن منابع ایران مال ما هست، اینم از اون حرف هاست. عرض میکنم که خیلی ممنونم، این هم مثلا بسیار دوست کردن در حق بنده. در این اجالتی از این نوع و وقتی کمی از این دست پرداختن به برنامه بزرگی مثل موضوع جنگ جهانی دوم، اشغال ایران، اینا این فرصت رو به دست نمیدن که ما نام اشخاص رو ببریم که کدام خانواده چه کردن. این است که بسیار بودن کسانی که جان خودشون رو دست دادن، اما در این جور مواضع واقعا فرصت پرداختن به این قضایا نیست. این مطلب آخری هم که اشاره کردن، در هر کشوری عرض میکنم که طیف مختلف از عقاید مختلف هست. من فکر نمی کنم این سیاست مثلا کشور اسرائیل باشه که منابع ایران رو بگیری بگید مال ماست. چنین چیز اصلا میسر نیست، سفیهانه است چنین چیزی گفتن. از کجا اسرائیل مال ایران منابعش متعلق به اسرائیل، کجا بابل متعلق به اسرائیله، کجا مصر متعلق به اسرائیل، همچین چیزی نیست. من فکر نمی کنم، ممکنه ایشون شنیدن عرض می کنم که در جایی، اما فکر نمی کنم این سیاست مردم اسرائیل باشه یا دولت اسرائیل که چنین چیزی رو چنین مقصدی رو بخوان دنبال کنن، چون اساسا میسر نیست چنین چیزی. این بسیار حرف کودکانه و اغراق‌آمیزی است اگر گفته باشم. به هر حال آقای مشیر ملزمی فرمایید که ما فقط در مورد تاریخ نیست که دیس اینفورمیشن و تحریف اطلاعات و اینا داده میشه، در مورد همین امروز هم به مثلا به این دوست گرامی ما گفته میشه که اسرائیل میخواد بیاد تمام منابع ایران رو بگیره. من نمیدونم در هر جای دنیا این سیستم رواج داره، اما لااقل در این طرفی که مخاطب ما هستن حداقل اون چیزی که هست سعی میکنیم که بگیم، اون چیزی که به عقل آدمیزاد جور در میاد. آقای مشیری عزیز بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه، مثل همیشه به این برنامه غنا بخشیدید با حضورتون و با ممنونم. ممنونم از شما که بنده رو دعوت فرمودین و سپاسگزارم از هموطنان، همزبانان گرامی سرتاسر گیتی که حوصله به خرج دادن و به حرفای ما گوش دادن. ممنونم از شما. سپاس دیگر. ممنونم و براتون توفیق آرزو میکنم و همینطور برای شما بینندگان عزیزی که امشب را هم با میزگردی با شما گذراندید. اجازه بدید که مثل هر شب به استودیو شماره 50 داریم.